ഹായ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷാർജ സഫാരി പാർക്ക്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഓപ്പൺ ആയതാണ്. ഞങ്ങളിത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബേഡ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങളതിനുള്ളിൽ പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ്. ബെന്നിംഗോ ലേക്കും ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂവും വാട്ടർ വാച്ചും വിസിറ്റർ സെൻ്ററും ഒക്കെ. പുഷ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അതുപോലെ പുഷ്. ഇതെല്ലാം തടി വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ബേഡ്സ് ഒക്കെ കാണാം. ഒരു താറാവാണ്. അതെന്തോന്നും അറിയില്ല. ദൂരെ കാണാം. ഇത്ര കിളികളൊക്കെ കാണാം. പണിക്കൂട്ടുള്ള പക്ഷികൾ. ദിവസം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ബേഡ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടുള്ളത്.
എന്താക്കൂ വലിയ വലിയ ആമ. Thank you. Welcome. Thank you, dear. Donkey, donkey, donkey. ആൾക്കാരെല്ലാം ചുറ്റിത്തിരിങ്ങി ഇതാ വരുന്നുണ്ട്. ഡെസേർട്ട് സഫാരി കഴിഞ്ഞു. ഓ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ കണ്ടോ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട്. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ചൂട് സമയത്ത് ഭയങ്കര പാടാണ്. Thank you.
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം. والآن يدخل حيوان مميز من نوعه في سفاري الشارقة، فهو حيوان يتميز بعدم وجود فرو، ولكن لديه حماية من نوع خاص ومميز، وهو حيوان النيس. يعد أكبر حيوان من فصيلة القوارض في أفريقيا. هذه الحيوانات تحب العلف، مما يعني أنهم يستكشفون الجذور البرية وجذور النباتات وأحياناً الأوراق. يعيش حيوان النيس في الغابات والمناطق الصخرية والصحاري والجبال والأراضي الزراعية في أفريقيا. تمعن في أشواك النيس. هل تعلم أنها تحتوي على نفس المادة الموجودة في شعرك وأظافرك؟ وهي الكيراتين. لها أسلوب خاص في حماية نفسها من خلال هذه الأشواك الحادة لكي تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة. وكذلك يحذرون عدوهم عن طريق إحداث بعض الضجة بالأقدام سادتي. لننظر هنا. يمكننا مشاهدة هذا الطائر الكبير جدا ويسمى بعقاب الثعابين. يعود سبب تسميته بهذا الاسم بأنه يعد من أكبر الحيوانات المفترسة للثعابين. يتميز ببصره الثاقب الحاد، يستطيع رؤية فرائسه من بعد مسافات كبيرة، حيث يتغذى على السحالي والثدييات الصغيرة والحشرات الكبيرة. ويوجد في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا والشرق الأوسط. نقدم لكم الحدائق السوداء.
تحب البحث عن الجيف وأكله. يمكن العثور عليه في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، وتعتبر من الطيور المهاجرة. يتواجد في الأراضي الرطبة وحواف الأنهار والسافانا المفتوحة والأراضي العشبية والشجيرات، وأحياناً في المدن الكبيرة أيضاً. يهاجمون فرائسهم من خلال خفض أرجلهم لانتزاع الفرائس الحية الصغيرة والأسماك والجيف. تواجه تهديدات عديدة، منها التسمم وإطلاق النار وتلوث المياه بالمواد الكيميائية. وتتخذ دائما من الأسلاك الكهربائية مكانا للجلوس لها، ولكن يعرضها للسعق الكهربائي بشكل متكرر.
ഷാർജ സഫാരി പാർക്ക് ഔട്ട് സൈഡാണ്. പതിനേഴാം തീയതി ഫെബ്രുവരി 2022 ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.